برای شروع برنامه من به یکی از خاص‌ترین رستوران‌های گوشتی نیویورک سیتی میرم، بیاتریس این. و مردم میگن در اونجا یه ترافل برگر خیلی لوکس سرو میکنن که واقعا ارزش 58 دلار قیمتش رو داره. این برگریه که ارزش داره به خاطرش پولاتون رو جمع بکنید. در این شهر که به داشتن بهترین برگرای آمریکا معروفه، همه جا پیچیده که بیاتریس این در وست ویلج سردمدار برگر هاست. آخر برگر با کلاسیه که میتونی اینجا گیر بیاری. واقعا عجیب و جالبه. نوش جان. این پاتوق باشکوه گران گوشت محور در سال 2012 درهای خودش رو باز کرده و امروزه بین دوستداران گوشت شهر و فضای مجازی خیلی محبوب شده. اینو ببین. نمیدونم چطوری این کارو میکنه. من که شروع میکنم. این یکی از رستوران‌های مورد علاقه شماست؟ بدون شک. و هر دفعه به اینجا میام بهتر و بهتر میشه. محیطش، خدمات دهی و خود سرآشپز انجیمان اون گوشت رو دوباره جذاب کرده. کیه که عاشق گوشت خوب نباشه؟ سرآشپز انجی مار هنوز در دنیای آشپزی تازه وارده. اون حرفه خودش در املاک و زمانی که فهمید واقعا به آشپزی علاقه داره رها کرد. تغییر در حرفه انجی جلوی پیشرفتش رو نگرفت و امروز تبدیل به یه سرآشپز کاربلد شده. سلام، حالت چطوره؟ سلام، چطوری؟ خب سرآشپز، بیاتریسی رو چطور توصیف می‌کنی؟ ما تمرکز خیلی زیادی روی گوشت داریم. من شاید تنها سرآشپزی باشم که میگم از سبزیجات خوشم نمیاد و واقعا نمیاد. خیلی جالبه. منوی بیاتریس این پر از گوشته و غذاهایی داره مثل پرایم ریب، بوچرز بلاک ریب آی و برگری که در صدر جدول نیویورک سیتی قرار داره، ترافل برگر بیات و خشک شده. با توجه به اینکه یکی از بهترین برگرهای نیویورک سیتیه، قیمت بالایی هم داره. شما باید به نوع گوشتی که ما استفاده میکنیم فکر کنید. ما گوشت دنده رو بیات و خشک میکنیم و بعد اونا چرخ میشن و بعد وارد برگر ما میشه. برگرهای بیات و خشک شده ما 38 دلار قیمت دارن و برگری که میخوام امروز برای شما درست کنم، برگر با ترافل سیاه همراه با تخم اردک سرخ شده است و ترافلای سیاه تابستانی رنده شده از ایتالیا میاد. در کل میشه 58 دلار و حتی توی منوی ما هم نیست. باید سفارش مخصوص بدید. باید توی بیاتریس سینم جز به خودیه باشه. خب انجی، ما حدود 1.5 دقیقه که اینجا وایسادیم و تو حدودا 9 بار اون برگر رو برگردوندی. دوست دارم برشته بشه. هر 20 تا 30 ثانیه برش میگردونم. اینطوری وقتی برگر رو از وسط نصف کنیم، دقیقا از چپ تا راست و از بالا تا پایین یه درجه پختگی داره. شنیدی چی شد؟ این یه نکته خیلی بی‌نظیره. مسلما خیلی کار میبره. ولی ارزشش رو داره. کاری که میکنم اینه که یه سیخ نازک برمیدارم و دماشو میگیرم و میذارم روی لب پایینی و میبینی که گرمه. نیمه پخت. خب سرآشپز، پس روی این برگر یه تخم اردک سرخ شده میاد. بله. بعد از مرغ رفتی سراغ اردک. بله. چرا؟ زرده تخم اردک یه کمی بزرگتره و خیلی غلیظ‌تره. پس زمانی که به این برگر گاز میزنی و زرده باز میشه، تقریبا مثل یه سس دیگه عمل میکنه. چرب و خوشمزه. خیلی خوبه. ما این برگر رو روی نون میذاریم. روش مقداری پنیر دافینوا میذاریم. واو. پنیر شیر گاو از فرانسه و بعدم من پیاز بنفش کاراملی شده دارم. اینا 9 ساعت توی شراب کابرنه بودن. پیاز 9 ساعته چه ویژگی داره؟ ما اجازه میدیم با حرارت خیلی کم و به آرامی درست بشن و در نتیجه اینطوری به این غلظت زیبا و مربا شکل میرسن. وای خدا. مثل آب نبات میمونه. بعدم تخم اردک رو میاریم و اینا ترافلای سیاه ایتالیایی هستن. اینطوری ورقشون میکنیم. آره، اصلا کم نذار. نگران نباش. کم گذاشتن اصلا تو کار ما نیست. واقعا قشنگه. ممنونم. این شبیه اون غذایی که تو اینستاگرام میبینی و دیوونت میکنه. درسته. آدم باورش نمیشه. از اونایی که حتما باید بخوری. باید حتما بخوری. وای. امروز قرار احساس پادشاهی بکنم. آره. عجب چیزی داره یک کمبودی رو پر میکنه که اسم میکنم تمام عمرم داشتم. باور نکردنیه. شیرینه، خوشمزه است. نون عالی و نرمه. پیازه خیلی نرم و کرمی. اون تخم اردک هم خیلی چرب و غلیظه. تردیرم میشه حس کرد. گوشت خیلی خوشمزه است. چربه، دقیقا شیرینه. و اون ترافلا. این برگر لعنتی خیلی خوبیه. نگاش کنید.